پیام های, شخصیت های سیاسی و مدافع حقوق بشر از سوئیس حمایت از قیام مردم ایران پیام همبستگی پروفسور جان سیکلر جامعه شناس و گزارشگر پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و خانم اریکا دوبر تاریخنگار و نویسنده سیاست مدار ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت اعزام هیئت تحقیق ملل متحد برای بررسی وضعیت دستگیر شدگان قیام ما به تظاهر کنندگان به جوانان و زنانی که علیه این دیکتاتوری شورش کرده‌اند درود میفرستیم و به آنها می گوییم که با شما هستیم و در مبارزه اتان برای آزادی و استقرار دموکراسی در کشورتان در کنار شما ایستاده ایم. این رژیم چهل سال است که با قارت ثروت و همچنین با قارت فرهنگ دیرینه شما و با توسل به سرکوب به حکومتش ادامه داده است. جامعه بشری اعدام 120 هزار تن از مخالفان شامل قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 را فراموش نمی کند. اکنون این لشکر گرسنگان و پابرهنگان است که برخواسته و این چنین است که سرانجام پایان عمر دیکتاتوری به دست مردم ایران رقم می خورد. رژیم ایران در جنگ بود و نبود با مردم ایران بیهوده میکوشد که با سرکوب وحشیانه باز هم در قدرت بماند. دیکتاتورها هرگز از تاریخ درس نمیگیرند. گیرند. های بسیاری از جنایت های این دیکتاتور مذهبی شنیدیم و دیدیم که مصداق جنایت بر علیه بشریت است. آمار کشته شدگان بیش از 450 نفر، دستگیری ها 10 هزار نفر و مجروحین 4 هزار نفر است. اخبار رسیده و فیلم هایی که میبینیم حاکی از شکنجه دستگیر شدگان برای اعتراف های دروغین است. سران رژیم در نماز جمعه ها، در تلویزیون و روزنامه ها خواهان اشد مجازات برای تظاهرکنندگان کنندگان شدند. یعنی تهدید به برپایی قتل ها دیگر. جامعه جهانی نباید سکوت کند. سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت خود. ما سرکوب تظاهر کنندگان در ایران توسط حکومت را قویین محکوم می کنیم و از جامعه بین المللی از سازمان ملل می خواهیم که پرونده این جنایات را سریعا به شورای امنیت احاله کند و شورای امنیت بایستی فورا کشدار تظاهر کنندگان را متوقف و خواهان آزادی دستگیر شدگان شود. سازمان ملل بایستی یک هیئت تحقیق برای بررسی وضعیت زندانیان دستگیر شده بفرستد و مانع شکنجه و اعدام آنها شود جامعه بین المللی بایستی بر جنایات این دیکتاتوری مذهبی پایان بگذارد همبستگی سیلوان تووز نماینده پارلمان ژنو و رئیس مشترک حزب سوسیالیست در کانتون ژنو من حمایت کامل خود را از قیام جوانان در ایران اعلام می کنم. شور زندگی و رهایی خود از تمام اقتدارگرایی ارزشمندتر است و این پشتیبانی کامل ما را طلب می کند. پیام همبستگی اریک وورو نماینده پیشین پارلمان سوئیس. من از تظاهرات مردم ایران همواره حمایت می کنم. مردمی که خواهان آزادی و دموکراسی در ایران هستند. من به شجاعت آنها در برابر دیکتاتوری رژیم ها درود میفرستم. آرزو می کنم که این رژیم خوندیز برای همیشه نابود شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید فورا در مقابل قتل عام تظاهرکنندگان مداخله کند و آخوندها را به دست عدالت بسپارد. همبستگی نیلز دوداردل نماینده پیشین پارلمان سوئیس با قیام آفرینان ایران شورش خارقلاده در ایران با قتلها، ضرب و شتمها و حبسهایی که به هزاران قربانی رسیده مواجه شده است و در خون سرکوب می شود. این جنایت عظیم که آخوندها و شبه نظامیان آنها مرتکب شده اند باید توسط جامعه بین المللی و با شدیدترین مداخله دولتها به ویژه سوئیس متوقف شود. ما باید بدون هیچ گونه محضوریتی از این تظاهر کنندگان حمایت کنیم که شجاعت، آگاهی و عزم آنها تحسین و همبستگی کامل ما را برانگیخته است.